میرسیم به بخش مرور مطبوعات امروز ایران با همکارم فرزانه بصرپور. فرزانه، به احتمال زیاد که از اعدام‌ها و اعتراضات در روزنامه‌های ایران خبری نمیتونه باشه و همه جا آرومه، ولی از بازار بورس، دلار و اقتصاد چه خبر؟ خب شکست سیاست‌های حکومت در همه زمینه‌های اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی، بازار، بورس یا نرخ ارز دیگه در همه برای همه آشکار شده و تیتر روزنامه‌ها هم اتفاقاً به همین شکست‌های پی در پی حکومت اختصاص داره. می‌خوام خیلی سریع یه نگاه سریع داشته باشیم به چند تا از روزنامه‌ها که خیلی هم به جریان اصلی مرتبط نیستن، اما نگاهشون اینه که سیاست شکست خورده دولت در زمینه‌های مختلف رو دنبال میکنن. از جمله روزنامه شروع رو باهاش شروع کنیم، چون نمودار نرخ تورم رو در صفحه یکش کار کرده، تیتر زده سیاست شکست خورده دولت در کنترل تورم، چون این نمودار همچنان رو به بالاست. روزنامه کار و کارگر هشدار بی سابقه اقتصاددانان رو تیتر یکش کرده و گفته دور نیست که فقرا شورش کنند، چون الان یک سوم ایرانیان زیر خط فقر زندگی میکنن و توکلی، احمد توکلی گفته بود که هیچ بعید نیست به زودی فقرا شورش کنند. البته الان هنوز داریم شروع رو میبینیم. متعلق به اصلاح طلب هاست یا نه؟ به هیچ جریان خاصی وابستگی نداره. نه. کار و کارگر که مال جریان کارگری، اما عصر اقتصاد روزنامه دیگریه که روی صفر بازی روی پول ملی تمرکز داره. میگه حذف بی سر و صدای بحث 4-0 از اسکناس دنیای اقتصاد توی عصر اقتصاد میبینیم عکس ریال رو گذاشته جدید. که الان میخوان 4-0 رو ازش بردارن، صفرهاش رو، و روزنامه عصر اقتصاد اون رو صفر بازی روی پول ملی نامیده، به خاطر اینکه این برداشتن صفر از روی حذف صفر ها، اون 4-0 کمکی به کاهش نرخ تورم نمی کنه، در این حال ممکنه حتی به افزایش تورم همون جر بشه. روزنامه یه دیگه روزگار هست که تیت زده زندگی زیر خط حیات، به خاطر اینکه درآمد کارگران 8 میلیون کمتر از حتی خط فقره. اینه که زده زندگی زیر خط حیات. با این همه علی خامنه ای در سخنرانی که دیروز انجام داد معتقد بود که این در واقع اقتشاشاته که دنبال از بین بردن نقاط قوت کشوره. حالا این نقاط قوت کجاست؟ من که تو روزنامه ها چیزی ندیدم، حتی کارشناسان هم مدت هاست دنبال یک نقطه قوت در سیستم مدیریت کشورند، اما پیدا نمی کنند. روزنامه بعدی اتفاقا کارتونیه که کارتونیست روزنامه امروز کار کرده، اومده همین زندگی زیر خط حیات رو با عکس موجودی کالا، موجودی نیست برای خرید کالا، یک خانواده فقیر رو به تصویر کشیده. علی خامنه ای دیروز نه آمار واقعیت ها رو پذیرفته در مورد وضعیت اقتصادی کشور و حتی وضعیت اجتماعی، مدعی بود که اینها همه پروپاگانداست. روزنامه رسالت که متعلق به جریان راست حکومتی هست اتفاقا از قول خامنه ای همین تیتر رو انتخاب کرده که ایران در مصاف پروپاگانداست. اینکه همه این چیزهایی که ما درباره وضعیت کشور داریم میگیم از نگاه خامنه ای اعتباری نداره و واهی هست. اما بریم چند تا از همین پروپاگانداها به قول علی خامنه ای رو نگاه کنیم. روزنامه جهان صنعت بررسی کرده شاخص فلاکت رو. عذرخواهی میکنم، من این مصاحبه رو نشنیدم. دقیقاً در مورد وضعیت اقتصادی گفته پروپاگانداست یا وضعیت کلی جامعه؟ سخنرانی علی خامنه ای دیروز در جمع مردم قم معتقد بود که اقتشاشاته که داره نقاط قوت کشور رو از بین میبره و واقعیت ها رو نمیبینه و این اونچه که گفت، اونچه که دیگران میگن راجع به وضعیت اقتصادی کشور پروپاگانداییه که در واقع غرب علیه ایران راه انداخته. اما روزنامه بعد روزنامه جهان صنعت هست که اومده شاخص فلاکت و وضعیت اقتصادی کشورهای جهان رو بررسی کرده و آخرین آمار رو نشون داده که بر اساس برآورد سال 2022 وضعیت و کیفیت زندگی بدترین کشورها رو اومدن تعیین کردن و معلوم
شده که ما جزو اون 5 کشور بدتر هستیم در وضعیت کیفیت زندگی. قبل از ما نیجریه، بنگلادش و سریلانکا است، بعد ما هستیم و بعدش ونزوئلا. این تصویر نشون دهنده وضعیت شاخص کیفیت زندگی در ایرانه. اما فقط اقتصاد نیست، تو حوزه سیاست خارجی حتی وضعمون بدتر هست. دیدم همین روزنامه جهان صنعت یک سرمقاله‌ای داشت از حشمت الله فلاحت‌پیشه. فلاحت‌پیشه یک زمانی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم بود و الان نگاهی داشته به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و معتقده که اینچه که مسئولان جمهوری اسلامی و دستگاه وزارت خارجه و مشخصا علی خامنه‌ای در مورد در دشمنی با غرب عنوان میکنن، دشمن سازی میکنن، سیاست دشمنی رو دنبال میکنن، این تنش آفرینیشون، این ندیدن واقعیت ها هیچ کمکی به تامین منافع ملی کشور نمیکنه. ضمن اینکه غافلگیری مسئولان جمهوری اسلامی حالا در پی هر حادثه ای در صحنه بین الملل به دلیل کم آگاهی این هاست، نه به خاطر اینکه حالا خیانت کشورهای مختلف کشورهای دیگه مورد خیانت قرار میگیریم. اشارش هم در واقع به چینه، میگه چین دنبال منافع خودش بوده، ما در واقع نفهمیدیم کجای دنیایی. ضمن اینکه معتقد در مجموع کسانی که با نگاه انزوا طلبانه دنبال تنها تر کردن کشور هستند و الان کشور رو تنها کردن، بایستی تغییر کنند و این سیاست دشمنی و دشمنسازی هم متوقف بشه. به هر حال واقعیت امروز اینه که مسئولان جمهوری اسلامی در مدیریت امور روزمره مردم هم ناکارآمدند و اینکه ادعا میکنن ما داریم تحولات منطقه رو مدیریت میکنیم بیشتر یک خیال واهیه. روزنامه بعدی روزنامه جمله است که اومده یک یادداشتی امروز کار کرده با تیتر زمستان سخت کمانه کرد. این تعبیر زمستان سخت رو زمانی روزنامه کیهان تقریبا همین اوایل سال بود ادعا کرده بود که آره اگر رئیسی و دولتش نیان تن بدن به مذاکرات برجامی و احیای برجام، زمستان که برسه اروپا مجبور میشه که بیاد در واقع وارد مذاکره بشه و امتیازاتی به ایران بده، التماس هم بکنه برای مذاکره. اما چه این اتفاق نیفتاد، زمستان اروپا هم رسید، دلیلش هم جنگ اوکراین، جنگ اوکراین بود. بله. زمستان اروپا هم رسید، اما کسانی که در سختی و گرفتاری هستن ایران هست و مردم ایران، چون مایی که یک زمانی و بزرگترین ذخایر، یعنی همین الانش هم دارنده بزرگترین ذخایر گازی کشور هستیم، ناتوان شدیم از تأمین گاز مصارف خانگی و صنعتیمون، مجبور شدیم به مازوت سوزی در نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و این مازوت که در واقع سوخت کوره هست در واقع باعث آلودگی هوای کشور شده و این وضعیت رو برامون به وجود آورده.